محمد علی روحام امیر حسین. بچه ها لطفا زود حاضریاتون رو بزنین که برسیم به کارمون. محمد علی روحام نیستن؟ کیان کیان بردیا؟ مرسی. علی ایلیا سامی؟ ایلیا نیست. روزبه امیر محمد رادین. مرسی. آرمان محمد تاها صدرا؟ ممنون. نیکان راستین؟ خب نیکان این زنگم غایبه. خب آقای ایلیا حاضری نخوردن و آقای رفیقی. خب آقای ایلیا، آقای رفیقی حاضریتون رو زدم. مرسی. خب بچه دستا پایین. مرسی از همتون. بریم سریع ادامه پاورمون رو بچه ها. پسرهای گلی که زنگ پیش تصویر نگرفتن اول اسم اونا رو صدا میکنم. زنگ اول با من تصویر نگرفتن، بعد انشاءالله میریم سراغ بقیه. باشه؟ خب سراج و یوسفی دست پایین. خب آقای جواهری، آقای سراج، روزبه، ایلیا، خب امیر رضا بی عزیزم. بچه ها فقط لطفاً یه ذره تو نوشتن سریعتر پیش بریم که به ریاضیمونم برسیم. باشه؟ لطفاً سریع بنویسیم. خب امیر رضا خوبی قربونت برم؟ بله خوبم، سلام. بخون ببینم پسر قشنگم. زیر سیر. بله. بر خب برای رشد. رشد. آفرین. رشد بدن. آفرین. مناسب. بله. است. آفرین. خیلی خوب خوندی. حالا یه بار روون بخون پسر قشنگم. شیر. شیر برای رشد. رشد بدن. بدن مناسب است. آفرین. شیر برای رشد بدن مناسب است. بچه ها برای رب داره. رشد بدن. رشد. بچه ها رشد اگه اشو برداری معنی میده. رشد بدن. ای ربط داره. بنویسیم. امیرزا خیلی خوب خوندی. آفرین عزیزم.
بچه ها جمله ها رو حفظ کنیم که از روی تخته هی نگاه نکنیم. باشه؟ ببینید چقدر میتونیم از ذهنمون کمک بگیریم درست بنویسیم. من که یه چهار تا میتونم از ذهنم کمک بگیرم. آفرین. شیر برای رشد بدن مناسب است. نوشتی عزیزم؟ بله. خب باریکلا. مرسی امیر حسین. امیر حسین بیا. بیا پسر قشنگ. خب آقای رفیقی هم تصویر نگرفتن اون زنگ. اینترنتشون ضعیف بود. روحام هم آماده باشه؟ خب. نوشتی عزیزم؟ بله. بفرمایی اینو بخونی پسر خوبم. سی مادر مش سی مادر مش تس تس مادر نداش. آفرین خیلی خوب خوندی امیر حسین. شیما در مشتش فراش نداد. ما بچه شیما اسم دختره. نوشتی خوشگلم؟ بله. خیلی ممنون. مرسی امیر حسین جان. خب روحام رفیقی بیاد. سلام روحان خوبی؟ زنگ پیش رو نتونستی بیای تو کلاس؟ زنگ پیش نتمون تموم شده بود داشتیم وایفا میخریدیم. آها خب روحان جان بخون عزیزم. روحان بلند شو قشن بشین. بلند شو قشن بشین. آفرین پسر خوبه. خب حالا صفحه موبایل تو خوب میبینی؟ من زوم کنم. یه ذره بزرگش کن کلمه ها رو. بزرگش کن. خب
حالا بخون بر 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 با برد د بعد د یه بر بر دی یا بردی یا بچه هم ای هست هم یه صدای ای اول میاد برای همین یه دونش رو می نویسیم بردی یا خب بقیه آفرین نه نه نشانه س نیست ن ن نه با او میشه چی؟ نو آفرین نو 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 نور نمره آها نمره بعد نمره چیه؟ چیز یه چی یه میانجی آفرین با نمره یه با نمره بس مد بی بی ای ای ایست ایست بیست ایست چیه بیست بیست خو ما میمه با چی اومده؟ با چی ترکیب شده؟ میبا او میبا دو او او نگاه کن با او میبا او میشه دو روحان حواست هست؟ با او میشه دو با او میشه مو موم موم ببین روحان بله. بازم تمرین نکردی چند روزه؟ من اون روز از شما ارزشه بگرفتم خوب میخوندی که از اون روزی که تمرین نکردی نام پسر گلم باید هر روز بچه ها تمرین کنین هر روز خب بیا با هم بخونیم از اول باشه؟ باشه بردیا بردیا با با نمره بیست بیست ممتاز ممتاز شد شد خب بنویسیم تو دفترامون همینجوری که می نویسیم بخونیم که خوب یاد بگیریم بر دیا بچه اول صدای ای میاد بعد یکیشو می نویسیم بر دیا دی با نمره با بچه هاش روز شنبه دیکته داریم باشه پس برای روز شنبه آماده باشید بیست از درس اول تا درس یه یعنی تا قبل از او او چیه؟ درس دیروز روز شنبه با همدیگه دیکته داریم از اول تا درس یه خب یعنی درس یه هم هست خب با نمره 20 ممتاز شد خانم یه دقیقه من اینا
آخرش هم بذارید بنویسم. بنویس عزیزم. ممتاز شد. ش شد، ش با او میشه شو، د د شد. روحان جونم تمرین کن باشه، خوشگلم که روان بخونی. آفرین. خب بچه ها بعد اینکه تصویر میدم لطفا دستا پایین. آرمان جان شما چرا دستت بالاست؟ پسر خوبم کار داری؟ خب. رادین جان چرا دستشون بالاست؟ به رادین که من زنگ پیش تصویر دادم. کار داری رادین جان؟ آقای اسمتی کی وارد کلاس شدین؟ حاضری نزدین؟ خب رادین بفرمایین کار داری؟ بفرمایین. ایلیا جان دستتون پایین، مرسی. آها ایلیا باشه، ایلیا دستت پایین نباشه، باشی چون که به تصویر نده بودم زنگ پیش. بله اینا هم میفرستین همشون تو واتساپ؟ حتما همشون؟ همشون بله. مرسی. خب بیا پسر خوبم آقای سهامی حق نژاد. حق نژاد بیا شما پسرم. آقای سهامی هم آماده باشن. محمد علی هم همینطور آماده باشه. خب صدرا جان چه کار دارن دستشون بالاست؟ خب محمد مهدی جان خوبی پسر خوبم؟ خوبم. خب بخون ببینم. سلام. خوشگلم. بخون. در مدرسه ما تاب با شرشوره نیست. به 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 چقدر خوب خوندی. آفرین. در مدرسه ما تاب با سرسره نیست. بنویسیم. آفرین. عالی. صدرا جان بله بفرمایید. زنگ قبل که من مشکل داشتم تصویرم نمی اومد، قرار بود که این زنگم تصویر بگیرم. باشه عزیزم، پس باشید اینجا تا من نوبتتون رو خوندم بیاین. باشه؟ باشه، خدافظ. در مدرسه ما تا با سرسره نیست. آقای ذاکر اصفهانی هستن؟ رادین جان دستتون میشه پایین باشه؟ خب نوشتی پسر گلم؟ هنوز نه. در مدرسه ما تاب با سرسره نوشتم. بله خیلی ممنون، خیلی عالی بود محمد مهدی جان. میر تمرین میکنیم. خب بیا پسر خوبم محمد علی. خب محمد علی بخون. و و باز زیبا
دارد. آفرین، خیلی خوب خوندی. بز زیبا دم دارد. بچه ها بز زیبا، ا ربط، اگه ا رو از بز حذف کنیم بز معنی داره. بز، بز زیبا دم دارد. دیگه این کوتاه، زود بنویسید. نوشتم. خیلی ممنون، عالی. جان مرسی. خب بیاد دستتون پایین بعد پسر قشنگم. آقای واحدی بیام. بیان دیگه این جمله کوتاه سری بنویسین دیگه، وقتمون رفت، به ریاضی نمیرسیم. بز زیبا دم دارد. اجازه بفرمایین. من کلمه قبلیشو جا موندم، میذارم توی کانال. باشه عزیزم. مازندران سبز است. آفرین. استان مازندران سبز است. آفرین صدرا. بچه استان مازندران ای ربط داره، استان به مازندران ربطش دادیم. استان مازندران. چرا سنجا نمی نویسی؟ همینجوری عقب می مونید. اینجا نسته بذارم. خیلی ممنون، متشکرم. صدر عالی. خب روز به بیا عزیز دلم. سلام پسر خوبم. خب روز به جان بخون پسرم. مادرم تو رو را تمیز شست. آفرین، باریکلا. مادرم تروب را، بچه تروب میدونید چیه دیگه؟ تو سبزی قرمز خوشمزه است. مادرم تروب را تمیز شست. تروب
میز عالی، مرسی، روز بهتونم. مرسی پسرم. خب مادرم تروب را تمیز شست. روز به و صدر و دست و پایین. ممنونم پسرای گلم. ایلیا بیا. جان من کلمه قبل جمله قبلی جمله قبلی جمله قبلی قبلی. خب بعدا عکسش رو میذارم ایلیا. ایلیا جان بعدا عکسش رو قبل از خانم معلم جان خانم معلم من کلمه قبل از بردی یا رو جا موندم. دیر اومدی تو کلاس خب، ولی بردیا همون جمله اول بود. خب الان ایلیا جان نگاه کن، من بعدن عکس‌ها رو میذارم توی کانال. خب ایلیا جمله نه کلمه. ایلیا من دیگه نمیتونم برگردم عقب عزیزم و زمان کلاسمون اجازه نمیده. پسرم گوش میدی صدای من میاد؟ حالا بریم جمله ها رو بخونیم، جمله جدید رو بخونیم، بعد من عکسش رو میذارم تو کانال، شما بنویس. باشه؟ بچه هایی که جا موندن بعدا از تو کلاس از توی کانال ببینن کامل کنن جملاتشون رو. سعی کنید بچه ها سریع بنویسید. خب بخون پسر خوبم. ترارو ترو ترمه اون باید او باشه، ترمز اون یه دونه اشتباهه بچه ها، اون او باید باشه بالای م او بذارید، ترمز اشتباهی چاپ شده تایپ شده ترمز دا یه با این میشه چی؟ دار دایی آفرین دایی من آفرین تیز است آفرین ترمزه بچه ها ببینید اون اشتباه بوده ها، ترم با او میشه ما، ترمز ماشینه، ببینید دو تا ا ربط، داییه داییه من تیز است. بچه ها یه با ای اومده میشه ای، حالا ا ربط هم گرفته شده داییه من. خانم معلم خانم معلم من کلمه قبل از اینو جا موندم. ایلیا بعدن تصویرشو میذارم، اینو بنویس، حالا اینو بنویس که اینم جا نمونی. ببین الان سه تا کلمه نیست، اینا جمله است بچه ها. کلمه یعنی ترمز یعنی ماشین، ولی وقتی اینا کنار هم قرار میگیرن میشه جمله. ترمز ماشین تو موزه
آفرین. دالیه دا جی یه من تیز است. حفظش کن دیگه، نگاه نکن. تیز است، تیز است. آفرین ایلیا جون، مرسی پسرم، خیلی خوب خوندی. خب کیان جان بیا پسرم، کیان سهامی. سلام. سلام کیان جان، بریم جمله بعدی. بله بفرمایین، بخونی. من شماره یه دوستم را دارم. عالی، آفرین. من شماره دوستم را دارم. بنویسیم، حفظش کنیم، بنویسیم. آقای سیمونپور، من شماره یه مال شماره است، اگه حذفش کنیم میشه شمار، بی معنی میشه. پس شماره ای برای شماره هست. دوستم. مداد رو فشار نده باشه عزیزم، مداد راحت بگیر دستت. من فشار نده. دوستم را دارم. دارم درست نوشتی؟ بله. آفرین، یه ستاره برای خودت بزن. مرسی کیان، عالی. سیمین پور چرا نیست؟ پس بردی یا شما بیا. کیان صدات کردم، چرا دستتو بالا نکردی؟ خب بردی جان بخون عزیزم. باشه کیان جان. مراد. بله. مشتریه. آفرین. یادی دارد. آفرین، خیلی خوب خوندی. مراد بچه ها اسم یه آقاه. مراد مشتریه. بچه ها ببینید، هم ای هست هم یه، ولی یکیشو می نویسیم. مراد مشتریه. یه میانجی میره پشت ایه. زیادی. بچه ها زیادم دو تا ای و یه داره. زیاد، چون اول صدای ای میاد یکیشو می نویسیم. بله آرمان جان. خب نوشتی پسر گلم؟ من نوشتم همین.
خب بنویس عزیزم، من که نرفتم جمله بعد. بنویس سری بچه، به جای که وقتتون رو بذارید دستتون رو هی بیارید بالا، بنویسید سری، حفظش کنید، بنویسید. بردی عالی، مرسی. خب بچه ها، کتاب ریاضی هامون رو بیاریم. کتاب ریاضی همونو بیاریم آماده بذاریم کنار دستمون. مراد مشتری زیادی دارد. خب ببندم دیگه بچه ها، بریم سراغ ریاضیمون. آماده کردین بچه ها کتاب ریاضیاتونو؟ خب رادین جان کار داری پسرم؟ بچه ها الان براتون صفحه‌شو یه لحظه میندازم که بدونید کدوم صفحه رو باز کنید. باشه؟ چرا اومد اول دوباره؟ بچه ها صدای چوب جادویی میده. صفحه 90 بچه ها، صفحه 90 کتاب ریاضیتون آماده کنید. این دسته به خاطر دفعه پیش بوده که جدولتون رو درست انجام داده بودین. خب اومد فکر کنم درست شد. خب رادین جان، جانم عزیزم، بچه یه لحظه من شیر اسکرین رو میبندم، این صفحه از کتاب رو میندازم، ببینید که کدوم صفحه است، بتونید پیداش بکنید. جانم عزیزم من کدوم صفحه است؟ الان میندازم 90. ببین اینجا عزیزم، اینها بچه، این صفحه کتابتون رو بیارید، کتاب زنبوریتون. پیدا کردین؟ بله. تصویر شما نمیاد خانم. خب اینترنت شما یکم ضعیفه رادین جان. یه کوچولو صبر کنی میاد پسر گلم.
آخرین صفحه که حل کردیم بچه ها خط تقارن بودش که رنگ کردیم اون درخت رو. رادین بعد از اونه پیدا کن عزیزم. خب بچه ها همه صفحه کتاب آماده است؟ اگه کسی آماده نکرده دستش بالا. معلم طاهری چرا؟ بعد از صفحه که دیروز حل کردیم خط تقارن داشت درخته، پایینش هم جدول شگفت انگیز اعداد بود. آماده کنی. خب بچه ها پاور رو ببینیم. آقای کی مونده بود تصویر ندادم؟ سیمین پور بیاد دیگه، علی عرفانی هم بیاد دیگه، بقیه همه تصویر گرفتن. خب علی جان بیا پسر گلم. بچه من اینو ببندم. سلام خانم معلم. الان به روی ماهد علی جان. خب علی جان فرمانده این جدول کیه؟ کدوم عدده؟ هفت. عدد هفت، آفرین. توی درس پیش یادته که راجع به جدول چی گفتیم؟ جدول نظام دار. گفتیم که باید عددهایی رو با هم جمع کنیم که حاصلشون چی باشه؟ فرمانده قبول کنه. آفرین. یعنی الان مثلا اگه فرمانده این جدول عدد هفت است، باید حاصل جمع همه عددها رو هفت بنویسیم. حالا بچه ها نگاه کنین توی این جدول برای شما اول با شکل من نشون دادم. یعنی چی؟ یعنی این که سمت راست به جای اینکه یادتونه با چین انجام دادیم یه بار جدول جلسه پیش و بچه ها تو کاغذ کشیدیم، بعد با چینه با همدیگه درست کردیم. گفتم بچه ها سمت راست مثلا چهار تا چینه بذاریم. درسته؟ شما چهار تا چینه گذاشتیم. بعد گفتم سمت چپ حالا چند تا چینه داریم؟ میگفتیم هیچی. صفر به اضافه چهار میشد چهار. خب. حالا الان سمت راست چند تا سیب داریم؟ هفت تا. هفت تا. آفرین. سمت چپ چند تا سیب داریم؟ هیچی. بچه ها میایم تو جدولمون مینویسیم سمت چپ هیچی سیب بنویسیم. البته کتاب براتون انجام داده این اولیه رو. چرا رفت تصویرت خوشگله من؟ بچه ها اولیش رو کتاب براتون حل کرده. صفر به اضافه هفتا سیب. هفتا سیب رو می نویسیم. درسته؟ بله. اضافه هفت میشه دوباره چند؟ هفت. خب حالا بریم ردیف دوم. چند تا پرتقال داریم علی؟ سمت چپ. یه دونه. آفرین. بچه ها بعد از صفر چنده؟ یک. باریکلا. توی کتابمون بعد از صفر می نویسیم یک. کتابتون نوشته بچه ها. دیدین؟ خب چند تا سیب می بینیم سمت راست؟ شش تا. آفرین. بچه ها یک پرتقال سمت چپ می نویسیم، تو جدول می نویسیم، کتاب نوشته. نگاه کنی شش دام سیب سمت راست داریم، پس می نویسیم. خب الان چک کنیم ببینیم صفر یک درسته، قبل از هفت چنده؟ شش. درسته. حالا علی جان یک به اضافه شش می شه چند؟ هفت. هفت. پس بچه ها فعلا تا اینجا درست انجام دادیم؟ بله بله. فرماندهمون قبول کرده. خب حالا علی بعدی، ردیف بعدی رو دیگه بچه ها با خودمون بنویسیم. کتاب برای اون مثال زده بود تا اینجا، دیگه بعدی رو خودمون می نویسیم. بریم. چند تا پرتقال داریم؟
دوتا. آفرین. بچه سمت چپ دوتا پرتقال داریم. توی جدولمون خونه یه سمت چپ می نویسیم دو. آفرین. منم نوشتم. دیدین؟ خب. حالا سمت راست چند تا سیب داریم؟ پنج تا. آفرین. زود می نویسیم پنج. کجا؟ سمت راست دو. خب حالا میخوایم جمع کنیم. دو به اضافه پنج میشه چند؟ دو. نه هفت. بله بچه ها، میگیم بزرگتره رو تو ذهنمون میذاریم، بیشتره رو تو ذهنمون میذاریم، پنج. خب بعد از پنج دو تا دیگه باید بشمارم. بعد پنج چنده؟ شش. هفت. نه. درسته؟ پس درست شد. پس فرمانده قبول کرد. خیلی ممنون علی جونم، مرسی. سیمین پور ببین صدات کردم نیومدی یا؟ دستتو بالا کن. آفرین. خب علی جون دستتون پایین. خب داری انجام میدی کیان؟ آفرین. خب کیان بریم سراغ جدول. سمت چپ چند تا پرتقال داریم؟ سمت چپ یکی. نه سه تا. سه تا. خب بنویسیم سه. سمت چپ تو جدول بنویسیم سه. زنگ تفریتونه؟ بله دیگه. سمت چپ بنویسیم سه. نوشتی کیان؟ خب حالا بریم سمت راست چند تا سیب داریم بشمور. یک دو سه چهار. چهار تا. آفرین. بنویسیم چهار تو جدول سمت راست. بنویسیم چهار. حالا سه به اضافه چهار میشه چند؟ اضافه بزرگه رو تو ذهن نگه میداریم. شش. ششتا. نه بزرگه رو تو ذهنمون نگه داریم. کدوم بزرگتره؟ چهار یا سه؟ هست. اول جواب من بده. چهار بزرگتره یا سه؟ چهار. بعد چهار میخوایم سه تایه دیگه بشماریم. چرا سه تا؟ چون چهار به اضافه سه هست. بعد چهار چنده؟ بعد چهار پنج. پنج. شش. هفت. سه تا باز کردم میشه هفت. درسته، فرمانده قبول کرد. بچه ها یه کوچولو باشین این جدول رو تموم کنیم، بعد با همدیگه بریم زنگ تفریح و بیایم. خب یا سریع بگو چند تا پرتقال داریم؟ یک دو سه چهار. زود تو جدول سمت چپ می‌نویسیم چهار. نوشتم. سمت راست چند تا سیب داریم؟ سه تا. بنویسیم سه. بچه ها ببینید جایی چهار و سه عوض شد. دیدی؟ چهار به اضافه سه میشه چند؟ بازم میشه هفت. درسته؟ مثل مدل بالای. خب بریم بعدی. چند تا پرتقال داریم سمت چپ؟ یک دو سه چهار پنج. پنج تا. آفرین. زود بنویسیم پنج. بنویس. بعد نوشتی؟ سمت راست چند تا سیب داریم؟ دو تا. سمت راست دو تا سیب داریم تو جدولم بنویسیم دو. پنج به اضافه دو میشه چند؟ میشه هفت. باراد بیا عزیزم. مرسی کیان جان. تصویرت رفت. پنج تا داریم. دو تا دیگه میخواییم اضافه کنیم. بعد از پنج بچه ها میشماریم. شش. هفت. پس فرمانده قبول میکنه. خب باراد سمت چپ چند تا پرتقال داریم؟ باراد سمت چپ
شش تا. آفرین بچه ها، توی جدولمون می نویسیم شش. نوشتم. سمت راست چند سیب داریم؟ یک. یک. بنویسیم یک. نوشتم. شش به اضافه یک میشه چند؟ هفت. آفرین، میشه هفت. شش تا داریم بچه ها، بعد از شش میشه چند؟ هفت. یه دونه اضافه میکنیم. خب سمت چپ چند پرتقال داریم؟ هفت. هفت. سمت راست چند تا پرتقال داریم؟ صفر. هیچی. صفر. آفرین، می نویسیم هفت به اضافه صفر. حاصل جمعمون میشه چند؟ دوباره هفت. هفت. خب حالا بچه ها جدولمون رو چک کنیم ببینیم عددا با نظم اومدن یا نه. ده. اول سمت چپ وارد بخون عددا رو. صفر، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت. با ترتیب. آفرین. درسته. باریکلا. با نظم اومدن. حالا عددهای سمت راست رو بشمارین. از بالا بخونین. هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو، یک، صفر. عالی. خب بچه ها بریم استراحت کنیم، بیاین دو تا جدول بعد، سه تا جدول بعدی رو هم سریع انجام میدیم با هم دیگه. بفرمایید. فقط بچه ها من دیگه پاور نمیذارم چون دیگه نمیخوام با شکل انجامش بدیم، ذهنی باید انجام بدیم. باش. باشه. باشه. مرسی بارا جونم.